خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرام. در خصوص تغییر قوانین تملک توی قبرس شمالی میدونم که سوالات خیلی زیادی وجود داره. دیروز به چند موردش اشاره کردیم، منتها باید صبر کنیم توی مجلس هم تصویب بشه و بعد که تبدیل به قانون رسمی شد قطعا اطلاع رسانی خواهیم کرد. اما در خصوص مذاکرات تو قبرس موضوع مهمی است که بد نیست کمی در این خصوص حرف بزنیم. قبل از اینکه خانم کوهلار به قبرس بیاد، ایشون رفته بود ترکیه و با آقای اردوغان دیدار کرده بود. خود خانم کوهلار میگه وقتی جواب نه رو شنیده از آقای تاتار حسابی شوکه شده. ذهنیتی وجود داره که باور داره هیچ اتفاقی در قبرس شمالی نمیفته مگر با هماهنگی ترکیه. حتی مرحوم دنگداش بزرگ هم خیلی سال پیش گفته بود اگه ترکیه نخواد حتی پرنده هم تو این قسمت از جزیره نمیتونه پرواز کنه. اما همزمان سفیر سابق ترکیه تو قبرس شمالی گفته بود اردوغان متوجه شده که طرح برابری و دو کشور مستقل دیگه جواب نمیده. شاید همین موضوع باعث تعجب همه شد که طرح نشست سه جانبه رد شده. اینقدر فشارها به آقای تاتار زیاد شد که نهایتاً ایشون گفت همه من رو مقصر میدونن نه ترکیه رو. یعنی عملاً دستوری که صادر شده بوده رو بهش عمل کرده. اما جلسات آقای اردوغان با نخست وزیر یونان و خانم کوهلار این پیام رو میداد که ترکیه به توافق خیلی نزدیک شده. حتی یونان هم اعلام کرده بود از ادامه وضعیت موجود خسته شده. نهایتاً سیستم دوگانه ترکیه جایی برای حدس و گمان نمیذاره، ولی قطعاً توی این چند سال باقی مونده از دوره آقای اردوغان پرونده قبرس به جاهای مشخصی خواهد رسید. منفی یا مثبتش در اختیار آنکار است. شورای وزیران قبرس شمالی تابعیت 60 نفر رو که طبق قانون شهروندی شرایط لازم رو داشتند و منتظر دریافت تابعیت بودند تصفیه کرده. بر اساس گزارش بانک جهانی اقتصاد ترکای قبرسی تو سال 2023 قوی تر از حد انتظار بهبود پیدا کرده. نیکوس کریستو دولیدس رئیس دولت یونانی قبرس به امید ایجاد شرایط برای از سرگیری مذاکرات قبرس خواستار فرصت دادن به دیپلماسی شده و اعلام کرده شرایط برای مذاکره باید دوباره برقرار بشه. متاسفانه در پی جاری شدن سیلاب تو استان خراسان رضوی دست کم 5 نفر تو مشهد و 2 نفر در فریمان جان باختن و 12 نفر دیگه هم مفقود شدن. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 17 تا 27 درجه، نیکوزیا 16 تا 32، گیرنه 18 تا 28، لفکه 17 تا 27، پافوس 18 تا 26، لیماسول 17 تا 28، لارناکا 18 تا 29 و کارپاز 19 تا 24 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که راجیش چاندرا میگه اکثر مردم تنها وقتی مذهبی میشن که نگران و ناراحتن و به همین دلیله که تمام مذهبشون دروغ عذاب در میاد. دلتون شاد، لبتون خندون.